را هزار امید است و هر هزار توی مرا هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی دلم ز هر چه به غیر از تو بود خالی ماند در این سرا تو بمان که ماندگار تویی بسم الله الرحمن الرحیم سلام و ادب و احترام خدمت یکی یک که شما بیننده های عزیز شما هم وطنان عزیزم چیال احوال دارین امید دارم که خوب و خوش و سلامت باشین در هر جایی که هستین در کنار اعضای خانواده محترمتان امید دارم که یک صفای پر از صفا و خانه پر از صفا و صمیمیت داشته باشین و در کنار همدیگه همگیتان امیدتان به خدای بزرگ باشم همراه شما عزیزان هستیم با برنامه روشنام حتما معرف حضورتان هستند روزهای سی شنبه همراه با خواهر خوما خانم دکتر رضایی هستیم و سوالات شما رو پاسخگو هستیم قبل از او که ما بیایم به سوالات به یک تشکر کنم از شما عزیزانه که همیشه در برنامه خودتان لطف دارین حالا یا پیام سوتی ارسال میکنین یا به صورت متن رایی میکنین سوالاتتان را یک جان تشکر از لطفتان یک دفعه دیگه نمبر واتساپی را برای شما اعلان میکنم و منتظر هستیم همین حالا میتونین با ما در ارتباط شوین مثبت 964 780 255 40 13 و اما خانم رضایی عزیز سلام و خوش آمدین بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدایی که دادگر است و مهگستر امید ما تنها به لطف و عنایت اوست و توکل ما بر که جز او هیچ کسی را توانی هیچ کاری نیست عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور همین بینندگان محترم و تشکر می‌کنم بابت شعر بسیار زیبایی که خوندید انشالله که فرح بخش باشه و دلانگیز باشه برای همه بینندگان ما و انشالله باعث ایجاد مسرت و شادمانی در قلب همه اونها بشید الهی آمین ایشالله. صد در صد همه تو ما همیشه دوست داریم و واقعا علاقه من که لحظه لحظه زندگی عزیزان بیننده ما لا فرق نمیکنه هر که بیننده هست پر از امید باشه پر از شادی باشه پر از خوشحالی و صحتمندی پر از آرامش امنیت هر خوبی که هست همه خوبی ها ما برای بیننده های عزیز ما خواستار هستیم عشان. اما وقت برنامه کم است و سوالات زیاد ما میخوایم که این سوالات از شما پرسان کنیم که به حال منتظر هستن و میخواین که پاسخگو باشن اما قبل از اینکه بپردازیم خانم رضایی ما در رابطه با کلا موضوع برنامه ما به رنگ امید هست بله چقدر زیبا هست خود عنوان برنامه ما بله. امید دارم که این رنگ زندگی یکی یکی بیننده های عزیز ما به واقعیت رنگ امید باشه انشالله. انشالله خب. اما سوالاتی که ارسال شده و از شما میخوایم پرسان کنیم خواهر خوب ما هستن یکی از اعضای فالان جامعه مدنی دولت غزنی وقتی که ما توان مقابله با شرایط را نداریم چه قسم ما امیدوار باشیم و چگونه امیدوار بمانیم بله من در ابتدا سلام عرض میکنم خدمتی خواهر عزیز ما و با همینطور همه عزیزان و بزرگوار بانو نرجمندی که شنونده و بیننده برنامه هستند و آرزومندی هستم که انشاءالله نور و امید همیشه در همه جا و در همه حالات و لحظات و زندگی روشنگر قلب و روح و روان اونها باشه اما در مورد این که وقتی شرایط نامناسب هست وقتی شرایط به عبارتی کاملا معیوسانه و ناامیدانه است وقتی فضایی که ما در رو زندگی میکنیم و جامعه‌ای که در رو حضور داریم و هستیم بله. یا یکم کم ساده بگیم وقتی کشوری ما کشوری که در او زندگی می کنیم شهری که در زندگی می محله و از او بدتر خانواده ای که در او زندگی می کنیم دارای شرایط بسیار بسیار ناخوشایند و نامناسبی هست امید چگونه ایجاد میشه یا حتی اصلا ام... اینجا جای امیدواری هست بله بله. یک جمله معروفی است ببینید برای رسیدن به خوشبختی باید خوشبختی یا به عبارتی شرایط مناسب موفقیت، پیشرفت و رسیدن به خواسته ها چیزی نیست که یک باره مثل یک جرقه یا مثل یک معجزه اتفاق بیفته بلی. یعنی اینگونه نیست که مثلا بگیم که آدم هایی که احیانا به شرایط مناسب رسیدن آدم هایی که زندگی اونها کاملا بر وفق مراد اونهاست یا آدم هایی که خوشبختی رو لمس کردن افرادی هستن که خب نشستن و به یک بار سقف خانه اونا شکاف برداشته یک چیزی امیره. از آسمان افتاده رو جلو پایین گفته خب ما آمدم خوشبختی مرا در مرا در آغوش بگیر مرا بله. نه قبول دارم من رو با تمام وجود اولا واقعا درک میکنم عزیزان ما ام. و به اونها حق میدم تو نکته مهمی که ببینید امید رو باید ایجاد کرد امید رو باید جذب کرد به عنوان یک حس مثبت برای خودمان نه اینکه بگیم که آیا اینجا امید دار هست یا نیست مثلا جای امیدواری هست یا اگر شرایط سخت است نکته اینجاست که من محکوم به پذیرش شرایط نیستم دلست. خب ایشون میفرمایند که وقتی شرایط بد است ما میتونیم شرایط رو تغییر بدیم این شرایط فعلی رو نمیتونیم تغییر بدیم نکته مهم آیا شرایط جدیدی رو نمیتونیم بسازیم بله پس نکته اینجاست ببینید ام. تمام اطرافیان من انرژی منفی صادر میکنند درست هر آن چیزی که در زندگی در ماحول ما هست هم همه متاسفانه همه شرایط همه آسیبه همه مثلا به قول معروف تلخی از غم و در اندوه بله خب اینا همه دارن به ما فشار میارن همه دارن به بشار میارن و میخوان من هم یعنی می که در وجود خودم به دنبال چیزهای مثبت هستم در پی چیزهای مثبت هستم تلاش من برای رسیدن به خوشبختی است من امید به ایدارم دارم که زندگیم بهتر از این خواد شد خب این انرژی های منفی وقتی مرا من به عبارتی در بر گرفتن و میخوان هر آن و هر لحظه من رو خفه کنن بسگی به ای داره اگر من آهسته آهسته آه بپذیرم که من هیچ کار نمیتونم بکنم اینا اینا اومدن دیگه اینا به من حمله کردن من, خ... من از بین خاد خب از بین میریم این همین تفکر و همین تصور است که بیشتر از آنچه که فشار محیط باشه خودمان در درون به اصطلاح حامیانه حل میشیم ما حظ میشیم در دریا ولی اگر ما به تنهایی در وسط این شکاف در به اصطلاح در عمق این فاجعه و در وسط این مردابی مم. که هر لحظه مرا داخل میکشه باور داشته باشم که خب الان این شرایط این گونه است که منو میخواد قرق کنه ولی من نمیخوام قرق شم به دنبال ایجاد شرایط جدید میگردم بیخار عزیزمون میگم که شما توجه کنید آیا واقعا هیچ امکان جدیدی از فردا برای ایجاد یک حالت خوب بله. یک انرژی مثبت یک مسیر ام. یادتان هست که گفتیم یک تغییر بسیار بسیار کوچک بله ولو که او تغییر برای ده دقیقه وقت شو. ولی همین تغییر ده دقیقه زندگی شما ممکن است یک ساعت شما رو امیدوار بکنه به زندگی ده، و ده، او یک ساعت امیدواری ممکن است سه ساعت چهار ساعت به شما انگیزه مثبت بده و در طول او سه چهار ساعتی که شما انگیزه مثبت دارید ممکن است قدمی بردارید حرکتی بردارید که کل روزتان این تغییری ای که میگین حتی خانم زایمه میتونه در کلمات باشه احسن باشه فکر کنم مثلا آندا نیاز نیست که برای یک چیزی را... خرچ کنه از بیرون تهیه کنه بله. یا برای پشتش همین کلمات همین که بگویه که من یک آدم موفق هستم اصلا خودگویی ما ام. من میتوانم دارم غرق میشم من غرق نخواهد شد من نمیگذارم که کسی منو غرق کنه من نجات پیدا خواهم کرد بسیار عالی خب بریم سال دوم که انشالله پاسخگوی سوالات باشه ما فریده و زینی نام از ولایت غزنی من شخصا خودم به عنوان یک زن افغان به شدت احساس ناامیدی نسبت به زندگی پیدا کردم چه باید بکنم؟ بله بله <applause> متاسفانه این مشکل حق میتیم برشان خانم بزایی بله. قدر سختی ها مشکلات حال خب فکر کنین ما در جامعه که هستیم امکانات بسیار پایین است به خصوص برای خانم ها و مادرای عزیز که با چقدر اینقدر ناامنی ها اینقدر بیکاری این گپ و گپ هایی که به وجود آمده خب مسلم است دقیقا ما درک میکنیم همه هموطنای ما را ولی خب بازم میگیم که نه جای امیدواری است بله ایشون نکته بسیار جالب اشاره کردن گفتن من به عنوان یک بانوی افغان بله اگر به افغانستانی بودن و به هویت ملیمون باور داریم و خیلی ساده ورق بزنیم صفحات تاریخ او سرزمین رو و از چند هزار سال پیش جالب جا بود که یک زمانی در مورد بحث تاریخ به اصطلاح جغرافی های تاریخی افغانستان و بحث آثار باستانی و ابنیه و اماکن یک زمانی تحقیق میکردم دیدم که مثلا یک جایی نوشته بود که سردیس هایی از دو تا بانو یعنی دقیقا هر دو سردیس قسمت به عبارتی از دو خانوم بوده مربوط به چند هزار سال حالا یادم یا نیست هزار سال یا پنج هزار سال اگر که اشتباه نکنم الان یعنی به خودم اطمینان ندارم ولی مطمئنم که کمتر از سه هزار سال نبوده مربوط به سه هزار سال پیش یعنی ما در سرزمینی زندگی میکنیم که از سه هزار سال پیش وقتی از یک به عبارتی سردیسی از یک بانو میسازن یعنی او زن نماد است <applause> یعنی اون زن اله است یعنی اون زن قابل احترام یعنی اون زن انقدر ارزش داشته است که از او سردیس ساختن و او سردیس انقدر استقامت بله. داشته و انقدر از جنس مرغوب و کالایی با کیفیت بود. یاد بود. و در جای خاصی آه. نگهداری شده که در طول هزاران سال هیچ آسیبی ندیده و رسیده دست ماها بله. پس بنابراین اگر من یک زن افغان هستم یک بانوی افغان و به آنچه که دارم و به آن که هستم باور دارم و از طرفی شاید ای, ای سالها متاسفانه در طول این چهار دهه اخیر ما دو چهار تحولات بسیار بسیار ناخوشایندی شده و که اگرچه مثلا جنگهای داخلی بوده یک ما امنیت نسبی رو درک کردیم و داشتیم او رو ولی متاسفانه همزمان با او انتحار و انفجار هلو. و درگیری های داخلی واقعا به اصطلاح آمیانه خودمون گاهی وقتا یک زمانهایی از خودشان آنچنان قهرمانانه یک صحنه هایی رو در تاریخ افغانستان رقم زدن که قابل قدر است هر زن افغان ما میتونه همه کسی باشه ما در زمان جهاد همراه و در کنار مردان افغان بانوانی داشتیم مم. که شیر زنانی بودن که اونها هم به لحاظ عاطفی و به لحاظ انگیزه دادن هم به لحاظ ایثار و فداکاری که از خود میگذاشتن و جوان خود رو مثلا مادری با اعتقاد و باور به که در مقابل کفر داریم میجنگیم برای دفاع از وطن می‌جنگیم نمی‌خوایم اجازه بدیم که مثلا شوروی وطن ما رو اشغال بکنه جوان خودش رو اجازه رو داد رو بوسید و گفت مادر تو رو به خدا سپردم پس ببینید این قهرمانی همون زمانی که ما در به عبارتی هستن عزیزان ما ممکن ممکنه بینندگان جوان ما ولی قطعا ام. مادرانی که پای بینند گیرنده های نشستن و دارن برنامه رو می‌بینن مادرانی که مثلا حدود 40 50 سال اینو به خاطر دارن که چه حماسه ها آفریدن زنان افغانستان و باز حتی در همین اواخر ما به حال خانم داشتیم که در عرصه های بینومرالی خوش درخشیدن در عرصه های علمی خوش درخشیدن همین لحظه کسانی رو داریم که در عرصه های مختلف و متفاوت هنری ورزشی سیاسی اجتماعی پس بنابراین ببینید ای که صرفا من در یک شرایط ناخوشایند واقعا وجود داره برای من و من حضور دارم من تبعی کشوری هستم که متاسفانه سالهاست در گیری جنگه بفرموده شما مشکلات قابل توجه و بسیار تلخی در ابعاد مختلف از امنیتی اقتصادی و اجتماعی وجود داره ولی این متاسفانه برای ما خیلی هم دور از ذهن نبوده چرا که ما در طول سالیان گذشته بارها و باهای تجربه کردیم بله. و نکته جالبشیست که در پس همه این تجربه ها به عینه دیدیم و به جهانیان هم ثابت کردیم که ما مستحکم تر و مقاوم از او هستیم که به اصطلاح کمر خم کنیم دست از باورهای خودمان برداریم دست از هویت خودمون برداریم ممکنه دوچار کاستی شده باشیم یک وقتهایی خسته شده باشیم دوچار حیرت شده باشیم سرگردان شده باشیم یا حتی همین قسم که خواهر متاسفانه گفتن ناامید بله. شده باشیم ولی موقتی است و این است همون جمله معروف که این نیز بگذرد اگر باور به بانوی افغانستان داریم این رو بپذیریم که شیرزنان افغانستانی به تاریخ و به جهان ثابت کردن ام. که ما در مقابل مشکلات و در مقابل محدودیت ها و در مقابل موانع سرخم ام. نمی کنیم چرا؟ به خاطر که باور داریم؟ که خدایی که محبت او سرشار است و مهربانی او زیاد قطعا این حالات لحظات ما رو خو می میبیند و ات... حتما و قطعا انشاءالله دعاهای همه مادران رو دعاهای همه بله. بانوان سرزمین ما رو برای بقراری امنیت و آرامش و همینطور توسعه و آبادانی و استقلال انشاءالله پاسخ خواهد داد خب خانم رضایی الان با به ای که زنان کشور ما قدر در شرایط گوناگون قرار دارن هر ابعادی که هست چی پیشنهاد دارین که بتونن کم کم این موضوعاتی که در ذهن خودشان پرورش میتن که خب من یک زن افغان هستم و با عنوان یک زن یا یک مادر که در کشور هستم اینقدر سختی ها میبینم خودش مقایسه میکنه با سایر زنان جامعه دیگر کشورها بله خب این زمینه یک مشاوره برشان بتین بگویم که ببینیم مثلا هر کسی که در هر جایی در هر موقعیتی که داره به نظر من مثلا این مقایسه کردن خود با سایر افراد جامعه یه دیگه آیا میتانه میتونه بر از او سودمند باشه یا نمیتونه باشه شاید مثلا یک مادر یا یک زن حالا من حق میتون به خدایی موضوعه ولی خب یکی مثلا بگوی که خب مال من یک زن افغان هستم در جامعه و کشور ما اینقدر سختی است ولی یک زن دیگه ای که در یک کشور دیگه هست چقدر در آسایش است چرا او چرا قدر در آسایش و نعمت هست ولی من چرا من در کشور هستم و اینقدر در سختی و مشکلات هستم شاید خود اینه میام باعث میشه که او امید خوده عدس بته، او اعتماد به نفس خدا او توکل خدا یا هر چیز خدا دیگه باید کم کم دست میته، بله. ده ای زمینه زمین چی پیشنهاد داریم برشون من بسیار نکته جالبی بود و سوال کلیدی بود تشکر از شما بابت این نظری که داری. دو تا نکته از خام زوری ببینید ما در آیات قرآن داریم که حضرت سبحان فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم نه اگر فلان کشور اگر زنان فلان جامعه به یک به اصطلاح پیشرفت و توسعه قابل توجه رسیدن بله. اگر موفق شدن اگر در آزادی هن، اگر در رفاه هن، اگر در آرامش بله بله. اگر توسعه علمی دارند و و و و نکته اینجاست که باز دوباره کسی معجزه برای اونا نکرده این رفاه ای امنیت ای آرامش و این توسعه از خارج به اونا هدیه داده نشده در درون خودشان تلاش کردن مبارزه بانه. کردن واقعا فداکاری کردن از خود گذشتگی کردن و این اتفاق برای اونا افتاده خدای تبارک و تعالی میفرماید که ما هیچگاه برای هیچ قومی چیزی رو تغییر ندادیم مگری که اونها خودشان خودشان تغییر کردن اصلا آه. حالا عزیز ما بگه خب من من به تنهایی چی کار میتونم من یک میتونم. نفر چی کدم میتونم خب چی کن... اصلا مقایسه امی بحث مقایسه ای رو که شما مقایسه کار فی حد نفسه کار بدی نیست خانزوری آه. خیلی هم خوبه منتها نکته اینجاست که شما چرا مقایسه میکنی و چی رو با چی مقایسه میکنی و در چه شرایطی ن... حالا شرایط رو به بپ... که متاسفانه شرایط شرا ما, ما کاملا روشن هست. است متاسفانه <تصفح> <تصفح> اصلا نیاز به هیچ توضیح و تفسیری نداره کاملا روشن ام. چرا مقایسه میکنی اگر مقایسه میکنی که به عبارتی به نداشته های خودت بپردازی ضعف ها محدودیت ها ناتوانی ها و کاستی های خودت رو نمی احتساب میکنی مثلا این مو از اول قدم اولی رو تو بعد بد بد برداشتی چرا مقایسه میکنی نه مقایسه کن مثلا به عنوان مثال ما این جمله رو همیشه یک وقتا دانشگاه دانشگاه عزیزان ما دانشگاه ما این همیشه میگفتم به پانتون پا میگفت یعنی آم به شدت آسی ولی خب چه اتفاقی افتاده حالا داریم در بحث های چی که مردم ژاپن حالا البته از حاکمیت شروع کنیم به اضافه ملت یعنی آه. دولت و ملت هر دو با هم آه. همه, همه داریم که گفته میشه که حدود ده سال اینا یک ریاضت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را پیشه کردن مبنی بر این که اگر دیده باشید در سریال های مثلا 50 60 سال پیش حالا 60 ندگی 40 50 سال پیش حتی کفش هایی که مردم ژاپن می پوشن یک رقم کفش های چوبی است که تق تق اگه دقت بله. بله. صدا میداد بحثی بود که گفته شده بود هیچ چیزی را از آنچه که کالای خارجی است چون ما الان به عبارتی جنگ دیدیم در آه. جنگ به عبارتی آسیب های جدی دیدیم و اقتصادمان به شدت آسیب دیده قرار است که به خود کفایی برسیم و بعد از او بعد از خود کفایی برسیم بر به جایگاهی که ما تولید کنیم و صادر کنیم مم. به همه حتی در مورد کفش در مورد لباس در مورد کالا در بله. مورد اینکه خانواده هایتان رو بچه هایتان رو چطوری تنظیم کنید مسئولیت کار خودش رو به عهده بگیره بله. این کار کی کرده به نظر شما غیر از مادران اون سرزمین یعنی اگر تربیت اصل نهاد جامعه از خانواده شروع میشه و رکن اصلی تربیتی خانواده مادر است یعنی اساسا اگر ژاپن الان زن ژاپنی برای جهان مثال زده نیست مم. امنیت ژاپن تکنولوژی ژاپن توسعه که در ژاپن اتفاق میفته و رفاه کامل یعنی دقت کردید که تمام وسایلشون بله. یعنی بله. همه چیز اونها یعنی حتی دیدیم که مثلا در کلیپ های حالا در فضای مجازی نشسته در به فلان ربات باز میکنه در یخچال باز بره میکنه برای نوشیدنی میاد و <متحدث> تلاش و فعالیت زن و مرد ما میبینه هر دو با هم حالا ولی من تاکیدم بیشتر رو وانوان ماست ببینید اگر ما الان حسرت می خو... نگاه میکنیم خودمان رو با یک زن ژاپنی مقایسه میکنیم این رو نگاه بکنیم که اینا 40 سال پیش هم چه وضعیتی داشتن حتی به مراتب از ما بدتر بودن چون گفتم اونها جنگ جهانی رو درک کرده بودن و آسیب های جدی دیده بود ساختن ام. ولی اونها از پس این چالش برآمدن چرا چون باور داشتن که من میتوانم ام. حالا شاید او اعتقادات اونها به اندازه ما مسلمان ها توکل معنی توکل بسیار جمله زیبایی که شما در اول برنامه اعتقاد ب... مطرح کردید این توکل رو هم نداشتن ولی تلاش کردن تعهد رو هم در وجود خود اینا وجود داشت و هم نکته جالب است که نسل به نسل بچه های خود انتقال دادن و تربیت کردن نسلی رو که تلاش میکنه خودکفاست و الان به جایگاهی رسیدن که بزرگترین مثلا فرض کنید کشور در عرصه فناوری در جهان هست یعنی شما میفرمایید مقایسه کردن مقایسه کردن چیز خوبی است بله. ولی نه چرا اونایی تو هستن خب اونا که ذاتن اینجوری خن... که خمیر رو بله خدا بله مدل بله متفاوتی خلق کرده اونها هم مثل ما هستن و اگر اتفاقی بوده بله بله خواستند بله که توانستن این چنین باشن بنابراین ما سلام مجزا و اختصاصی به این خواهر بزرگوار ما و همه عزیزان ما که این تفکر رو دارن می اه اه سلام میکنم به حضور همه اونها و به اونها میگم که نه تنها ناامید نباشین بلکه ما در سرزمین داریم زندگی میکنیم که افتخار ماست به که بله فرهنگ بسیار غنی تمدن کهن و حتی او ارزش ها و سنت های بسیار نیکی که در جامعه اصیل ما متاسفانه ما در طول سالها استحاله فرنگی هم پیدا کردیم ولی به با عنوان بانوی افغان افتخار کنیم و بعد ما هم گام برداریم در مسیر سازندگی و اولین و مهمترین سازندگی سازندگی تربیتی است فرهنگ اگر شکل میگیره از ابتدایی ترین گامش از مسیر خانواده میگذره من به عنوان یک مادر به عنوان یک خواهر به عنوان یک دختر بله. تاثیر میتوانم در فرایند تربیت و اخلاق و باورهای خانواده داشته باشیم. بسیار عالی پس ما شروع کنیم از اول از خود بعد از خانواده, خانواده بله تا اینکه بله. انشالله ما یک جامعه, جامعه, مستقل و یک جامعه داشته باشیم که پر از موفقیت باشه بسیار خوب میپردازیم به سوال بعدی تشکر از برنامه خوبی هادی تیوی که برنامه بسیار خوب و آموزنده را داره, داره برای مردم و سوال ما است که آیا امید داشتن به فرزند و خانواده یک گپی درست است یا خیر بله تشکر از برادر ارجمند و و همینطور همه باشندگان عزیز ولایت قزنی که امروز لطف کردن و سوالات رو پرسیدن نکته ای که ما یادتان هست خانزوری قطعا که در برنامه قبل اصلا یک مبحثی داشتیم که آیا امیده به دیگران درست هست یا نیست تا کجا و چقدر خب ایشون به صورت خاص بحث فرزند رو مطرح کردن اینکه اولا وقتی که ما مطرح کردیم که اصلی ترین امید و باید وجودی ما و حتی بر مبنای باورهای اعتقادی ما امید اصلی قطعا و حتما باید به خدا باشه ام. وقتی که قلب مزعان خداست وقتی که قلب جایگاه خداست طبیعتا هیچ کس دیگری نباید در اونجا یعنی ای امیدواری ای ای ایمان ای باور قطعا غیر خدا رو در راهی نیست ولی بر مبنای روابط اجتماعی بر مبنایی که خب من مادری هستم که قسمت اعظمی از سالهای زندگیم رو به عبارتی برای بچم وقت بله صرف او میکنم آه. گاهی وقتا از خودم میگذرم که متاسفانه این قضیه از خودگذشتگی در مورد بسیار از مردمان سرزمین ما حالت اجبار به خود گرفته یعنی مادر پدر مجبورند که از همه چیز خودشان حتی ببینید برای تأمین معاش زندگانی یک پدر واقعا گاهی وقتا ممکن از حرمت خود بگذر یعنی باعث مجبور باشه به کارهای دون شهر خودش ده. به سختترین کارها دست بزنه به خاطر به دست آوردن این لغمه اینان حتی خانم رضایی بسیار وقتا بوده که پدر و مادر امو غذایی که داشتن همو نانی که داشتن خودشان نخوردن اصلا بله گفتن باش که امیر اولادهای ما بخورن بلد. که بلد. همینا نجات پیدا کنن درست. فکر کنین تا این مرحله مثلا تا این حد حتی از خودگذشتگی وجود درست. داشتن درست. خب پس وقتی که در سرزمین ما این وضعیت وجود داره و ما او رو با گوشت و پوست و خونمان متاسفانه مهم. ای که میگم متاسفانه فداکاری به عبارتی غریزه است که هر پدر و مادری برای فرزندش داره بلد. ولی گاهی وقتا این قضیه این قضیه در مورد مردمان خود خور در مزیقی قرار دادن و حتی به قیمتی تمام شده که گفتم که پدری مثلا شخصیت خود از زیر سوال برده مادری واقعا از هر آن چیزی که مثلا از کرامت او فرض کنید که برای خود کرامت خود را زیر سوال برده و مثلا مادری به خاطر اینکه با وجودی که الان متاسفانه زیادن بانوانی که خب قبلا داره شغل بودن وظیفه اجتماعی داشته ام. به اصطلاح آمیانه تر برای خودش کسی بوده یک شعنی داشته ولی الان وقتی میبینه تفلای و گرسنه هستن مثلا همسران شهید یا کسانی بله، که متاسفانه بله. جبور است که الان دست به کاری بزنه و بره به سمتی که کارهایی را انجام بده که دونش انوس مثلا یک خانومی که قبلا معلم مکتب بوده بله. یک بانوی که مثلا شاغل یک اداره ام. بوده الان که خب هیچ کاری ممکن نتونه بکنه مجبور است بره که خب کارهای پایینتر از شأن خودش انجام بده بله. خب این درست حالا سوال اینجاست که آیا همون لحظه که این رفتار رو یا در طولی سالیانی که ما داریم این گذشت و فداکاری رو انجام میدیم دقیقا قصد معامله داریم یعنی با ذهنیتی که من برای این جانفشانی فشانی میکنم از خود گذشتگی میکنم که این فردا روز به من پس بده آه. اگر این کار میکنیم این رو بدانیم که داریم اشتباه میکنیم یعنی مشکل جدی که وجود داره این نیست به قصد معامله کردن اگر شما وارد هر رابطه ای شدی درست. به دلیل اینکه طرف مقابل شما شما نیست خودت ببینید من بر اساس نیت و تفکر هم. در حد توان خودم به شما بر اساس محبت بله. ای بله بله. اگر قصد من فقط محبت کردن به شماست آه. یعنی این که احساس من به شما نشان بدم. خب. شما اگه به من دوباره در مقابل هدیه مم. بدین یا ندین فلان هیچ احساسی برای ایجاد نمیشه چرا چون قصد فقط محبت آه. کردم اما اگر من از همین اولی که مشغول مثلا فرض کنید خریداری توفه خب ای ای هستم بگم خب این ای فلان قیمت هست من ایره به خانم زوری میدم برای اینکه حالا پسان فردا یا ماه دیگه یا فلان ده ده. مجلس و محفل دیگه ای بهتر ای از ایره خانم زوری برای من بگیره این از همین اول گام گام اشتباهی است و متاسفانه هم به لحاظ جسمی آسیب میبینیم و هم به لحاظ روحی و روانی اتفاقی که میفته ای که ناامیدی دست میدید. چرا چون ببینید اگر ای تحفه دادن نمادی از محبته من میخوایم حس قلبیم رو به مم. شما نشان بدم نشان دادم دیگه کفایت میکنه بله. اگر پدر و مادر دارن به وظیفه انسانی و دینی و اخلاقی مم. و ملی خودشان در در زمینه فرزندان خودشان دارن عمل مم. میکنن توقع ای که خب ای کلان شد ای جوان شد اینو جوان شد بعد او دست مره بگیره ای به یک سنی که رسید بعد من از من مراقبت کنه به یک همه. سنی رسید دیگه به من بگه پدر جان تو دیگه کار نکن بشی که من به تو نان میارم من به تو خرج ما رو جبران, جبرانه دیگه, جبرانه دیگه. ممکنه قطعا باید جبران کرد بر اساس مفاهیم دینی ما بله, باله. در قرآن داریم که به ب... ب... والدین احسانا خب نه مسئله ایجاست که خانم زوری نکته که من بسیار روش تاکید دارم اینه که این زمانی که داریم این فعالیت انجام میدیم با تصور و توقعی که من این کارو میکنم به امیدی که اتفاق بیفته با این امیدواری امید باست نه تو این رو بگو بگو خدایا آنچنان که در قرآن فرمودی نعمتی است که به شما دادم و شما وظیفه دارید که در راه به عبارتی تربیت و تغذیه و تأمین معاش او قدم بردارید من دارم و انجام وظیفه میکنم من دارم به دستور تو اجرا میکنم و این نعمت تو رو پاس میدارم تربیت میکنم انشالله فرد مفید برای جامعه بشه ام. اگر به این نیت در سمت فداکاری کردم از خود گذشتگی کردم و ایثار کردم این عمل رو به نیات قطعا این فرزند آنچنان ام. فرزندی بار خواهد آمد که نه تنها بر مبنای خواهش ما، بلکه بر مبنایی که خودش این احساس وظیفه را میکنه قطعا دارم. به من نیکی خواهد کرد و نیکی رو جبران خواهد کرد و چندین برابر <applause> ولی اگر که متاسفانه گاهی وقت اتفاق میفته از همون لحظه اول برداشتمه و نگاه این منتگرایانه گرایانه توقع ماوانه یا بر اساسی که خوبی جبران کنه بعد ببینید چون وقتی یک چیزی در ذهن ما هست خاصی یا ناخواسته گاهی وقتا در عمل هم نشان داده مهم. میشه و حتی گاهی وقتا به زبان میارم طرح. من این همه به تو زحمت کشیدم من این همه به تو فلان کار کردم دیگه در کمترین چیز احسن دیگه خب، این گذاشتن مهم. ای به اصطلاح ابراز کردن این توقع باعث میشه که فرزند نه تنها درک نکنه نه تنها نپذیره متاسفانه گاهی وقتا دیدید که اتفاق میفته میگه خب وظیفت است بله به خصوص در جوانای امروزی, امروزی که به حال تفاوت ها وجود داره و بله. مثلا تفاوت هایی که نسل هاست دیگه بله مثلا بله. نسل پدر و مادر از نسل قدیم تر اولاد ها نسل امروزی تر هستن اگر پدر و مادر درک نکنه که کاملا اختلاف ایجاد میشه بله متاسفانه مشکلی که ایجاد میکنه اینه که ببینید پس شما اولا داری خودت مقدارم خود مزیت میکنم ای که با توقع ای که جبران کنه اشتباهه تو نیکی میکنو در دجله انداز که دلن. در بیابانت دهد باز که قطعا قطعا دهد باز چرا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره تو نعمت خدایی ام. و من پدر و مادر تو هستم وظیفه این است که از تو مراقبت کنم و برای خاطر رضای خدا و محبتی که خدا از تو در قلب من داده که من بسیار تو را دوست دارم تو از جان بریم شیرین تر هستی همین این کاری که از دستیم برمیاد میکنم و این بچه یاتفه ای رو میبینه این تف این کودک این نوجوان و این جوان یاتفه ای رو میبینه قطعا و حتما جبران خواد کرد بله ولی تاکید میکنم این عمل اعمالو به نیاد با قصد و نیتی اتفاق نیفته پس بنابراین اگر بحث امید به فرزند است نه امید فقط به خدا فقط به خدا و بعد تلاش و برنامه ریزی و هدف گذاری برای خودمان که انشالله تحقق پیدا کرد ولی اگر به قصدی باشیم که بله من انگار به اصطلاح به عنوان یک ثمره است همون اصطلاحی که قبلا در برنامه هم گفتیم که مثلا میگن که تو رو اسای دستم تربیت کردم تو رو کلان کردم با امیدی که نشون میگه که الله در شعر هست که میگه که درختی کاشتم امیدی, امیدی که سایه باشی. بده آه. و نه ای... کاملا بود. یعنی خانم رضایی ما یعنی مثلا درست است که مثلا امید ما توکل ما همه چیز مثلا باید به خدای بزرگ باشه ولی خب اعضای خانواده چطور اعضای خانواده در دا امید دادن به یکی دیگه مهم. میتونن مهم باشن ای که اینکه وظیفه انسانی ماست خانم اینکه به هم دیگه گفتم میگم مثلا حتی در مورد نسبت پدر و به مادر حال... بله ولی تاکید ما با بیشتر باورها و تصوراتی است که یک پدر و مادر به هنگام گفتیم که الان مثلا فرض کنید من عیسی رو فداکاری و از خود گذشتگی رو انجام میدم گاهی وقتا متاسفانه در بعضی از موارد حالا بس شرایط رو اگر این شرایط رو بگذاریم مم. کنار در حالت عادی بعضی از پدر و مادرها افراط میکنن یعنی بیش از او اندازه که باید انجام میدن و او بیش از اندازه‌ای که باید انجام میده همراه با او تصور است همراه با او توقع است آده. یعنی همین لحظه هم داره به خودش آسیب میزنه چون داره از خودش میگذره بی... فداکاری بیش از اندازه‌ای یعنی آسان توانایی وحت... اصلا لازم نیست آه لازم اضافه بر داره خودش فنا میکنه که فرزندش در آسایش و رفاه کامل آم. نه یک ذره ای باید اون زحمت بکشه یک ذره معنی به عبارت سختی ها رو بچشه این همین لحظه ای پدر و مادر عزیز همین لحظه داره خودش می کنه و بعد اگر با تصور تصور و, و تفکری ای که ای همه برای او زحمت میکشه و پس فردا جواب مرا این ای اتفاق میفته پس فردا هم آن چیزی که محصولی که با چون با این نیت و با این نگرش کاشته او درختی هم که برمیاد سایه به این نخواد داد میباشه شاید کسای دیگه ای بچینن بسی که شما مطرح میکنید کاملا طبیعی است بس عاطفی است روابط بین خانواده است ولی من بیشتر تاکیدم در نگرش های ما نسبت بله. به تربیت فرزند و نسبت مه. به فداکاری که در مورد و میکنه بسیار عالی چقدر خوب است که دایی سختی ها و مشکلاتی که حالا در جامعه وجود داره حالا ما مثلا صرف نمیگیم کشور ما هر کشور به حساب غرق یک مشکلات خاص خود هست بله بله تو نیست که بگویم که کلگی در آسایش و آرامش هستن اصلا انسان ها همه در سختی ها و مشکلات خلق شدن حالا خب چه خوب است که در این حساب گرداب ها و در این سختی ها و مشکلات اعضای خانواده یکی دیگر داشته باشند هوای یکی دیگر داشته باشن به قولی یایی که در کنار هم باشن بتانند یکی دیگر پوشش بتن یکی دیگر امید بتن به یکی بر حال اون صفا و صمیمیتی که وجود داره را زیادتر کنن که یک سختی به دیگه سختی ها اضافه تر نکنن بسیار عالی تشکر و سپاسگزار هستیم سوالات هنوز باقی هست انشاءالله در هفته آینده ما پاسخگو هستیم امشان. بازم تشکری میکنیم از حضور شما خانم رضایی در نهایت اگر خدافزی میکنیم با بیننده های عزیز ما که خدافزی کنیم ما تشکر میکنم از همه عزیزان و بینندگانی برنامه و امیدوار که گفتگوهای ما و پاسخ دادن به سوال ما انشالله بتواند راهگشای مسیر زندگی عزیزان باش بله جان سپاس از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده و شما عزیزانی که همیشه و همیشه همراه و همگام ما هستین از آن به وقت کابل هم آماده نشر است و لحظات ملکوتی آن امیدوار هستیم که از این لحظات به خوبی استفاده کنین التماس دعا و خدا نگهدار همه شما صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خير